درود به شما همراهان عزیز امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشه امروز با قسمت دوم بیماری و شفا در خدمت شما خواهیم بود و مهمان برنامه امروز ما جناب کشیش ادوارد هستن هستند راهای ارتباطی ما رو هم که میدونیم خوشحال میشیم که در بحث و گفتگوی ما شرکت کنید یادتون نره که از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید با ما همراه باشید. بینندگان محترم همونطور که در اول برنامه خدمتون ارز کردیم با قسمت دوم بیماری و شفا در خدمت شما هستیم و با مهمان برنامه کشیش ادوارد به این موضوع خواهیم پرداخت کشیش ادوارد خیلی خیلی خوش آمدیم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید اگه مایل هستید میتونید با بینندگان ما سلام علیکی داشته باشیم و بعد به مبحثمون ادامه بدیم بله واقعا سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز خیلی خوشحالیم از اینکه این فرصت را امروز داریم که درباره مبحث بیماری و شفا با شما صحبت کنیم به این امید و ایمان که اشخاصی که بین ما بیمار هستند بعد از بررسی این مباحث شفا الهی نصیبشون بشه ایمان. به امید خدا که همینطور باشه منم هم به شما خوش آمد میگم و خوشحالیم که در خدمت شما هستیم خب جناب کشیش ادوارد ما در جلسه گذشته به هفت دلیل بیماری اشاره کردیم با کمک بره. شما و برای اینکه ممکنه بعضی از بینندگان اولین باره که این برنامه رو نگاه میکنند با اجازه شما من اناوینشون رو فقط بگم که اولی مورد بیماری گفتیم میتونه به علت قفلت یا ناآگاهی و بیتوجهی به اصول و قوانین پزشکی و بهداشتی باشه دومین مورد میتونه به دلیل موارد ژنتیکی و مروسی باشه و همچنین موارد مادرزادی که شخص مریض میشه توسط ام. اونها سه بومی مورد اشاره شد تحت عنوان اینکه که بیماری ها ممکن از طریق حوادث یا بلایای طبیعی باشه مثل زلزله، طوفان، سیل و غیره. مورد چهارم گفتیم بیماری ها ممکنه به دلیل میکروب ها و آلودگی هایی باشه که در هوای کثیفی که ما زندگی میکنیم وجود داشته باشه و مخصوصا شما تاکید کردین که طبق رومیان باب 8 آیات 20 تا 22 دنیا بعد از سقوط مورد لعنت قرار گرفت و حتی خلقت هم در آه کشیدن و درد زه هست که از این وضع خلاصی بیابه مورد پنجم این بود که ممکن است انسانها به علت سهلنگاری و اشتباهات افراد دیگه مثل دکترها، والدین و اطرافیان شخص بیوار بشن ششمین مورد به دلیل وجود گناه یا نااطاعتی مشخص از کلام خدا ممکنه باعث بیماری شخص بشه که در نتیجه مم. اون ممکنه خود حتی شخص رو تنبیه و مجازات بکنه از طریق بیماری ام. و مورد هفتم این بود که گاهی بیماری برای تعدیب الهی به منظور تقدیس و اصلاح ایمانداران انجام بره. میشه خب حالا قبل از اینکه ما به مورد هشتم بپردازیم من میخواستم از دانیال بپرسم که گویا ما یک سوالی داشتیم از یک بیننده سوال فیسبوکی داریم اگر بره. اجازه بدید که من سوال اول مطرح کنم از بله. فیسبوکمونه وحید پرسیده که آیا رنج و بیماری یک آزمون الهی است یا یک نوع تنبیه و عذاب از طرف خداوند هر دوی آنها بستگی داره به اون بیمار و تشخیصی که خودش و یا خادمین خدا با هدایت روح القدس دادند چون ما وقتی در مورد علل مختلف صحبت می کنیم تنبیه را هم یکی از موارد می بینیم دفعه قبل هم اشاره شد به تنبیه که خدا گاهی وقتا تنبیه کرده افراد را و به علت گناه و در مبحث گناه یه اشاره به تنبیه هم شد ولی همیشه هم تنبیه نیست بعضی وقتا تعدیبه چون تهدیب با تنبیه فرق داره و در حقیقت تهدیب برای اصلاح ماست، برای تقدیس ماست، برای بیداری روحانی ماست برای اینکه ما حواسمون جمع بشه به اون چیزهایی که نسبت بهش غفلت کردیم، بی توجه شدیم پس خدا مثلا گوش ما رو میکشه، به عنوان یه فرزند که به وسطی بیماری ما رو متوجه وضعیت خودمون بسازه حالا ممکنه هم مرتکب گناه نشدیم ولی شاید غافل ماندیم، بیتوجهی کردیم یا بیش از حد چیزهای دیگه اولویتهای ما رو عوض کرده و اینها هم خودش زمینه رو برای وارد شدن در گناه باز میکنه پس میتونه هر دو مورد هم باشه این محبت و عدالت خدا رو نسبت به ما زیر سوال نمیبره که خدا به خود ما رو اینطوری تنبیه بکنه؟ چرا اتفاقا در مورد تنبیه چون خدا عادله عدالت خدا ایجاب میکنه که گناه بدون مجازات نمونه در مورد محبتم چون خدا خدای محبت خدای پدره برای اینکه نمیخواد ما تو این وضعیت نادرست باقی بمونیم محبتش باعث میشه که ما رو تعذیب بکنه چون خودش میگه هر که رو من دوست میدارم توبیخ و تعذیب مینمایم حتی میگه هر فرزند مقبول خود رو به تازیانم میزنم و تشبیه کرده محبت پدر را خدا را به ما پدر که میگه کدام فرزند است که پدرش و یا مادرش او را تنبی نکنه یا تعدیب نکنه حال ما تعدیب را برکت خدا میدونیم چون خدا نیتش محبت اتفاقا ولی خب اگه ما تو گناهان میفتیم و تو گناهان زندگی میکنیم و خدا بعد از تحمل زیاد ما تنبیه هم میکنه به خاطر اینه که خدا قدوسه و عادل و نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به مسئله گناه حالا چرا بعد سوال من اینه که چرا خدا وقتی میخواد حالا تعدیب کنه با بیماری این اتفاق میفته ما رو تعذیب میکنه اینو چون هم شرایط برای زندگی ما سخت میکنه هم ممکنه برای اطرافیان ما زندگی سخت بشه البته فقط هم از طریق بیماری ها نیست که خدا تعدیب میکنه خدا روش های دیگر تعدیب را هم داره که به کار میبره ولی خب یکی از طرقی که انسان شکستگی پیدا میکنه فروتن میشه سرش به سنگ میخوره و به فکر توبه و اصلاح خودش میفته بیماریه چون در موقع بیماری شخص دیگه نمیتونه مثل قبل دنبال مسائل دنیوی و جسمانی و مادی باشه و اونها براش در رأس همه قرار بگیره پس او را به فکر مینداخته میندازه همینطور که سی اس لویس هم ازش نقل قول شد که خدا در بیماری فریاد میکنه بنابراین خدا از این طریق هم استفاده میکنه چون میدونه طریق مفیدی بوده برای اصلاح و توبه افراد و حالا اگه این بیماری ما به خاطر تعدیب باشه و بعد این بیماری خوب نشه و باعث مرگ ما بشه چی؟ خب البته اگر زمانش رسیده باشه که خدا ما رو ببره که دیگه برای هر کس کلام خدا میگه وقتی برای تولد وقتی برای مرگ و خدا ما رو تعدیب میکنه اسلام میکنه و تقدیسمون میکنه و ما رو میبره و الزامن مرگ به خاطر تنبیه خدا نیست در همه شرایط نه در همه وقتا نیست در همه بالاخره انسان ها اگه همه زنده میموندن دنیا چه بزی میشد بالاخره مرگ هم حق دیگه میتونید ما گاهی وقتا ما فکر میکنیم مرگ نکبت شکست بدبختی لعنت اصلا مرگ نباید باشه اگرم باشه مرگ برای همسایه خوبه نه برای ما و اینطوری اغلب ما تو فرهنگمون فکر کنم مثلا مرگی نباید باشه مرگ چیز بدیه مرگ هست مرگ واقعیت یه شطوریه که جلوی در هر خونهای میخوابه یه ها. زمانی هم ممکنه زمانی کسی رسته باشه که خدا صلاح دیده باشه که او را ببره و مرگ و زندگی ما در دست خداست و ما در معمای مرگ نمیتونیم دخالت کنیم چون اون دیگه کار کار خداست ولی یه وقتایی هست که خدا به خاطر اینکه یک نفر نمیخواد توبه کنه یا اگر بمونه تو اون وضع وز وضعش بدتر میشه آینده رو میبینه خدا قبل از موعد او را میبره یعنی یک تعدیب یا مرگ نابهنگامه که اونم بله اونم ما داریم منطقه اینجا هیچ انسانی نمیتونه تشخیص بده دقیقاً که این کار،, این کار خداست ما نباید داوری کنیم که مثلا فلانی مرد به خاطر اینکه خدا تنبیهش کرد یا فلانی نمرد برای اینکه خدا رحمش کرد اینا دیگه مسائلیه که خدا به ما اجازه نداده که ما داوری کنیم برای اینکه داور عادل خودشه و او از نیت و با باخبره ولی کلام خدا اینو میگه که مثل کلیسای اورنتوس بعضی‌ها مردن به خاطر اینکه اونجا در مورد اشای ربانی میگه با گناه یا با بیتوجهی به بدن و خون مسیح نزدیک شدن و خار شمردن و اهمیت ندادن تشخیص درست و حسابی ندادن و حالا میرسیم البته به اون موضوع هم بعدا ولی به هر همه مرگ تنبیه نیست بعضی از مرگ حق زمانش رسیده خدا داره میبره کسی رو هر شخصی میمیره حتی مقدسین بزرگ هم مردن دیگه بنابراین من برای مقدسین خوب جای بهتری میرن <تصحیح> بله, بله. <تصحیح> میگه موت مقدسین در نظر خدا گران بهاست <تصحیح> یعنی ما نباید مقاومت کنیم من البته نمیخوام از موضوع فاصله <تصحیح> بگیرم ولی داشتیم یک زمانی در مورد اراده خدا که صحبت میکردیم مثلا هزغیا خدا گفت تو باید بمیری خدا میدونست اگه بیشتر زندگی کنه خراب میکنه مغرور میشه و ثمره زندگیش خوب نمیشه میشناخت دیگه خدا آینده رو میبینه ما نمیبینیم ولی حزقیا اینقدر گریه کرد و التماس کرد که خدا بالاخره به اصرار او و برخلاف اراده او 15 سال دیگه بر زندگیش اضافه کرد ولی میبینیم که هم خودش مغرور شد و هم پسری تو این 15 سال به دنیا اومد که 55 سال تمام به قوم اسرائیل رو به بدبختی و فساد و بت پرستی کشاند سمره خوبی نبود پس ما باید تسلیم اراده, اراده خدا باشیم در قسمت مرگ و زندگی بسیار توضیح عالی و مفصل بله. مرسی دانیل حالا بریم سراغ زندگان یکم و بیماران <تصفح> بله امروز موضوع شفار به مرگ تبدیل میشه بله, امروز بله امروز نرسیم سری به مرگ ولی که بیشت میشه چون وقتمون هم برها داره میگذره بله ما به هفت مورد اشاره کردیم شما دفعه پیش به مورد هشتم مگه میشه از بیماری اشاره کنید. شما هشتمیش مورد خیلی خوبی نیست ولی به هر حال اینم یکی از حقایق دیگه گاهی وقتا به علت حمله مستقیم شیطان ما بیمار میشیم به هر حال ما در جنگ روحانی قرار داریم و نباید فراموش کنیم که ما دشمن داریم و دشمن به ما حمله بر هم میشه ما وقتی به ایسای مسیح ایمان آوردیم از قلمروی دشمن اومدیم بیرون دو تا قلم رو در دنیا هست قلم شیطان و قلم روی خدا ما از ملکوت شیطان وقتی اومدیم بیرون خب او بر ما دشمنی بیشتری میکنه چون ما از و آزاد شدیم و گاهی وقتا شیطان به وسیله حمله بیماری ما رو مبتلا میکنه این یکی از علله همیشه همه بیماری ها رو به شیطان نسبت ندید باید تشخیص داد کدوم بیماری از طرف شیطان کدوم از, از طرف شیطان نیست ولی چیز خوب در این قسمت اینه که بدون اجازه خدا شیطان حق نداره و نمیتونه ما رو مریض کنه یعنی خدا اجازه میده به شیطان که در مواردی مرض را به سراغ ما بیاره لاقل در دو مورد اینو خیلی واضح میبینیم یکی ایوبه که بدون اجازه خدا به عیوب نزدیک نشد در قسمت بیماری و یکی هم پولسه که میگه فرشته شیطان خدا اجازه داد که به او لطمه وارد کنه که حالا به تفسیر خیلی از مفسرین دلایلی هم دارم برای این موضوع به احتمال قوی بیماری بوده ولی در هر صورت اینه که ما میبینیم که در معجزات مسیح هم این موارد مشخص بوده که بعض یا حمله شیطان بوده و مسیح اونو نسبت میداد به روح شریر ولی نه در همه موارد پس بعد تشخیص داد و این تشخیص هم واقعا یکی از عطایای روح القدسه و خدا این عطا را داده به کلیسا و اگر ما نداریم باید واقعا جدی با غیرت بطلبیم مخصوصا خادمین خدا خیلی مهمه که این عطا را داشته باشن که تشخیص بدن که واقعا این حمله شریره یا اینکه یک مشکل دیگر طبیعی یا به علل دیگریه که تا حالا گفتیم میدونید پس بنابراین وقتایی که حمله شریره اینجا اوضاع فرق میکنه اینجاست که باید با یک حالت دیگه دعا کرد با دعا روزه نزدیک شد و یک افراد خاصی بسیج بشن برای این مورد و اینجا دیگه دعای شفا فقط نیست دعای تهاجمی بر ضد یک برنامه و نقشه ای که شیطان بر علیه یک ایماندار انجام میده میدونم سوالاتی دارید تو این مورد بله بلی. بلی. من بیشتر میخوام بدونم که چرا خدا اجازه میده که دلیلش چیه که اجازه به شیطان میده که افراد به این شکل مریض بشن خب در مورد ایوب میبینیم که خداوند ایمان او را آزمایش کرد و بعد همینطور آخرش میبینیم به یک مرحله توبه عمیق واقعی رسید و از خیلی از چیزهایی که ناخالص بود آزاد شد در مورد پولس میبینیم که این بیماری که به وجود اومد درش باعث شد که او فروتن باقی بمونه اصلا خدا اونجا واضحا به پولس گفت گفت تو خیلی مکاشفات داشتی خیلی برکات داشتی و داشتی مغرور می شدی و یا امکان خطر غرور برای تو وجود داشت و برای همین اجازه دادم که شیطان این ضربه رو به تو بزنه و حتی دفع هم نشد با دعاها برای اینکه خدا نمیخواست که پولس گرفتار غرور بشه و میدونه خدا ما رو میشناسه و این دیگه بستگی به حکمت و مشیت الهی او داره که با شناختی که از انسانها داره میدونه که کدوم انسان در چه مرحله ممکنه لازم باشه که یک چنین حمله بشه, بشه که به نفع او باشه اتفاقا توی ایوب میبینیم که ایوب وارد یه شناخت تازه و جدیدی بهتری شد از خدا بله 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 همینطوری هم بود شما میخواستم شما راجع به پولوس چندین باره اشاره کردین تو صحبتاتون خب ما در غلاطیان باب 4 آیت دوازده تا سیزده یک اشاره شده به بیماری جسمی پولس که گویا برد. در سفری که به غلاطی داشته بیمار شده البته خب همون بیماریش هم در اونجا گویا باید شده که بشارت انجیل رو در اونجا برسونه بله. و میدونیم حال در یک مختب پولس بیمار بوده حالا اگه اون بیماری ادامه داشته یا نه ولی من بله. یه مقدار سر مسئله خاری در جسم پولس مشکل دارم بله. با این موضوعی که شما گفتید بله ممکنه بعضی این تفسیر رو دارن که ممکنه خاری در جسم پولس اشاره به بیماری باشه ولی من یه مقدار که تفسیرهای مختلف رو نگاه میکردم یه عده زیادی از مفسرینم هم معتقدن که در همین دوم قرنتیان باب دوازده آیه هفت وقتی که میگه خاری در جسمی به من داده شد یعنی عامل شیطان وقتی اینجا عامل شیطان عنوان میشه به عنوان یک شخص هست در اینجا و میگم با توجه به اینکه در باب 11 دوم قرنتیان پولس خیلی راجع به ها صحبت میکنه که میگه تازیانه خورده به زندان افتاده شلاخ خورده چقدر خطرات به خاطر اشرای بله. پیغام انجیل مواجه شده یا حتی در اعمال هم نمونه هاش هست بله. از اینکه چقدر ها دیده میگن احتمالا این خاری در جسم بیشتر افرادی بودن که برای پولس مشکلات ایجاد میکردن بله. به خاطر خدمتش و این از طرف شیطان بود بله. پس احتمال بیشتر رو میدن که وزنه سنگین بیشتر به خاطر روی این مسئله هست که این بیشتر از طرف شیطان بوده که از طریق بله. افرادی باعث مزاحمت پولس میشد و خب خدا گفتش که خب این بله. فیض من کافیه که تو بتونی با اینا مقاومت بکنی البته نمیگم توضیح شما هم اشتباه هست کاملا بله. اونم یک بود هست ولی بله. این تفسیر هم وزنه بودن این دوتا اتفاقا چون خیلی از همونایی هم که معتقدن ممکنه بیماری بوده باشه اونها میگن به علت همین خارهایی که پولس داشت که هر جا میرفت خدمت میکرد یه عده دشمن داشت اصلا یا تعقیب میکردن پولس ببینن کجا میره دنبالش بیفتن می که اینو اذیتش کنم همیشه مزاحم داشت و تو عهد عتیق هم مزاحمین و دشمنان به خارها تشبیه شدن یعنی اون گروهی هم که اینو میگن درست میگن ولی گویا اینقدر پولس و جفا رسونده بودن زده بودنشون اینا از میگه پنج بار مثلا از چهل یه دونه کم من فقط تازیانه خوردم سه بار منو با چوب زدن یه بار سنگسارش کردم اصلا فکر کردم مرده و شاید هم مرده چون یهودی تا یکی نمی مرد ولش که نمی کردن. و ممکنه مرده و تو اون فاصله بوده که میگه رفتم به آسمان و مکاشفاتی خدا به من نشون داد که نمیتونم بیان کنم و دوباره خدا زندش کرده خیلی اینطور معتقدن بله. گویا این جفاها ها ناقصش کرده بود او را یعنی یه جا او را حالا تو یه جسمش تو یه قسمتی بله. معلولیتی به وجود اومده بود یا مشکل ایجاد کرده بود چون بالاخره جسم انسان دیگه فولاد که نیست بله من بعد بل. از این تیکه رو بخونم بعد شما بل. ادامه بدید توی 4 چهار 14 وضع جسمی من برای شما آزمایشی بود. بله، بله. به علت ضعف جسمانی ده. میگه اول پیش شما اومدم. حتی خیلی هم معتقدن اونجا که تو غلاطیان پولوس میگه شما اینقدر منو دوست داشتید که حاضر بودی چشمانتون رو در بیارید بدید به من یا با حروف جلدی نوشتم یعنی درست نوشتم میگم احتمالا مشکل چشم داشته، بیماری دست. مثل بینایی داشت. به حال هیچ کس نمیتونه صد درصد بگه که اون خار چی بوده. خود پولوس هم پولوس هم روشن نمیکنه که ما چهار تا چیز میدونیم در مورد این خار یکی اینکه مبهم بود دوم اینکه به جسمش وارد شده بود مسئله این بود خیلی ها که معتقدم بیماری بوده چون میگن به جسم ارتباط داشت البته بعضی هم میگن که مفصل که خاری در جسم یک استعاره است که استفاده ولی خب اونایی که اینو میگن حتما بیشتر اون حاکمه من در تفسیرها دیدم ده. که اغلب میگن که بیماری بوده یعنی اون تفسیر قویتر به نظر میاد و سوم که شیطان بهش وارد کرده بود و چارم این اینکه با دعا رفت نشده بود ولی وقتی خدا به پولس گفت برای چه هدفیه مهم اینه که وقتی گفت برای چه هدفی من اجازه دادم که برمیگرده به اون سوالی که دانیال هم کرد پول یعنی پیغام داد به او که فیض من تو را کافیست و اینها پولس بسیار شادمان شد قوت خدا را در ضعف خودش پذیرفت قبول کرد که این اراده خداست و دیگه فخرم کرد به اون خار و تونست با پیروزی با وجود اون خار زندگی روحانیش رو ادامه, ادامه بده پس بنابراین اه این به خاطر اینه که بعضی بیماران حتی بعد از دعاها بیماران خیلی مقدس و روحانی و وقف شده و خادم و مردهای برجسته خدا حتی اونایی که معجزات و شبها هم زیاد خدا به وسیله اونا کرده مواردی بوده که اونا بیمار شدن و هرچی دعا هم شده شفا نیفته خب اینو که ما نمیتونیم انکار کنیم و کم هم نبوده یعنی ما باید بگیم خدا هم خیلی ها رو شفا داده هم خیلی ها رو شفا نداده و هر دوش رو ما داریم و پس بنابراین امثال این داستان ها به ما میگه که اگر هم شفایی صورت نمیگیره و خدا پیغام میده که این خیریتی توش هست و منفعتی توش هست ما اینطور وقتا ناامید نشیم و رویمون از دست ندیم رو شادی و پیروزی و قوت ما اثر منفی نگذاره بله. حالا البته من یه سوال اساسی تر از این دارم بله. البته برای بیننده اینو واضح کنیم که این تفاسیر احتمالات هست در رابطه با خاره در جسم پولس هر کدوم از ما نظرات مختلفی داریم حالا یه روزی از خود پولس خواهیم پرسید بله. بله. اگه ببینیمش در آسمان بله. ولی کیچ یه سوال دیگه ای که ذهن منو این چند روزه گرفته و با همسرمم هم راجع به این موضوع صحبت می کردیم در انجیل لوقا باب 13 هست این جریان بله. زنی هست که خیلی آ... پشتش خمیده بود و بره. علیل بود و 18 سال میگه که روحی اونو علیل کرده بود بره. به نظر میاد روح پریدی بود که اونو بره. علیل کرده بود و خب در کنیسه بود و میبینیم که عیسی این زن رو میاد شفا میده و میگه دختر ابراهیم لقب دختر ابراهیم رو بهش میده و چارچوب داستان گویا اینطور میگه که خب بالاخره این زن یک زن خداپرستی بوده خدای اسرائیل رو میشناخته میپرستیده گویا چون که از لقبی هم که بهش داده میشده به نظر میاد خب یک زمینه مذهبی داشته این زن و حالا سوالی که پیش میاد اگر این شخص خدا ترس بوده این زن و به گفته ما ایماندار بوده چطوری میشه که 18 سال یک روح پلیدی این شخص رو علیل کرده و ممکنه واقعا براش دعا هم شده یعنی میشه بعد از 18 سال حتی اگر دعایی براش شده هنوز این روح این وضعیت رو درش ایجاد کرده یه مقدار این فکر منو گرفته که امکانش هست من قبل از اینکه بخوام در مورد این موضوع با هم صحبت کنیم که موضوع پیچیده یه که ایماندار میتونه روح پلید درش وارد بشه یا نه که او را مریضش بکنه در مورد این زن خواستم بگم صد درصد ما نمیدونیم که ایشون اونچوری که شما فرمودید ایماندار بوده و اینا اولا دختر ابراهیم یعنی یهودی یهودی بوده امید؟ نه دختر ابراهیم منظور نیست که ایمان یعنی از نسل یهود بوده یکی از اقوام یعنی قوم یهود رو میگفتن بچه های ابراهیم اونا میگفتن فرزندان ابراهیم کنیست اومدنش هم به معنای نبوده که حتما ایمان دار اومده یهودیان همه عادت داشتن کنیسه برن و برای عبادت هم تازه اولین برخوردش بود با عیسی مسیح پس مسیح رو هم آنچنان نمیشناخته و در مورد خدا ترس بودن و هم که ننوشته به گیریم احتمالات بله احتمالات بله بله و اینکه یعنی این مسائل برای اینه که ما بدونیم احتمالا این زن بعد از اون بوده که با قدرت خدا آشنا میشه و از یه اسارت شیطانی آزاد میشه اما در مورد ایمانداران چون شما سوالتون بیشتر اینه بله که ممکنه ایمانداران, ایمانداران اینطوری بشن یا نه در مورد ایمانداران غالبا این چهار مبحث هست در مورد حمله شیطان چون بحث حمله شیطان بوده به موضوع مربوطه از این جهت ما بینندگان عزیزم بدونم ما از موضوع خارج نشدیم چون صحبت حمله شیطان بود در مورد بیماریا گفته میشه که بعضی از افراد که ایمانداران میتونن جزوش باشن تحت تأثیر حمله شیطانن بعضی تحت فشارن که این دوتا تأثیر و فشار از بیرون وارد میشه یعنی داخلی نیست یعنی شیطان یا روحای شریر در درونشون نمیرن ولی از بیرون اونا رو تحت تأثیر یا تحت فشار قرار میدن که فشار یه مقدار لولش بالاتر از تأثیر گذاریه ولی برای افرادی که روح خدا در اونها ساکن نیست این دو حالت بدتر که لولهای بالاتری را داره بهش نزدیک میشه که یک دی تحت نفوذ قدرت شیطانند یعنی شیطان در اونها با روحای شریر وارد شده منتها نفوذ کرده توشون و بالاخره مرحله نهایی اشخاصی یعنی که تحت تسخیر قدرت شیطانند یعنی اصلا دیگه حسابی وارد شده شیطان و اونها را تحت تسلط خودش قرار داده و اینا اسیر شدن و بیشتر دیوزده ها اینطوری بودن که واقعا روهای شریر داشتن که مسیل لازم بود اول این تسخیری که اونا شدن آزاد کنه اونا را بعد زمین آماده میشد برای شفا خود به خود شفا میافتن وقتی روهای شریر میومدن بیرون شفا میافتن چه بسا نمونه هایی ما داریم دیگه فردی مثلا گنگ بود مسیل روح شریر رو اخراج کرد این شروع کرد حرف زدن یا دیوانه بود وقتی که مسیر روح شریر رو آزاد کرد این شخص آرام شد و اینطور نمونه ها پس هست تو انجیل پس بنابراین من ایمان من اینه و خیلی از مفسرین و خادمین خدا هم در این مورد با من هم عقیده هستن که کسی که ایمان داره و روح خدا در او ساکنه این شخص نمیتونه روح شریر داشته باشه چون نمیتونه هم روح القدس و هم روح شیطانی در آن واحد در یک نفر همزمان یک جا ساکن بشن البته بعضی ها هستن که اینو اعتقاد دارن که میگن نه روی شریر در ایماندارم هم ساکن میشه و میان از ایماندارم هم روی شری اخراج میکنن بله ممکنه یک نفر زمان ایماندار بوده باشه بعد کم کم سقوط کرده باشه ظاهرش ایماندار باقی مونده باشه ولی تو گناه مونتا دیگران نمیدونن فکر میکنن ایشون ایمانداره ولی ایشون از دست داده حالا اینجا ممکنه بگن که ایشون هیچ وقت نجات نداشته مم. که البته حالا داشته یا نداشته ولی اون موقع دیگه روی خدا درش نبوده میدونید بنابراین اونها بله زمینه رو آماده میکنن چون مسی میگه روی شریر وقتی از یه نفر میاد بیرون اون میگرده و هی نگاه میکنه ببینه این دوباره پره یا خالیه اگه میبینه خالیه میره هفت تا دیگر رو میاره درش ساکن میشه اواخرش بدتر از اوایلش ولی اگه پر از روح خداست و حضور خدا اونجاست ایشون دیگه نمیتونه اونجا وارد بشه جایی که مسیح حضور داره شیطان نمیتونه حاضر باشه ولی چون ما با شیطان در جنگیم او به ما ضربه میزنه و ما اگه اینو بدونیم خواه همینطور که به پولس ضربه زد به ایوب ضربه زد و اشخاص دیگه به پتروس مسیح گفت دور شو از من شیطان حتما هم لازم نیست بیماری باشه میدونید در مورد یهودا هم این مراحل رو میبینیم یهودا اصلا ربطی به بیماری نداره ولی میگه شیطان رو وسوسه بس کرد بعد میگه شیطان در قلب او گذاشت همینطور این آیات رو باید در نظر بگیریم و بالاخره آخر همه میگه شیطان در او وارد شد یعنی دیگه رسید به مرحله ای که دیگه تسلیم شیطان شد از وسوسه بس و از فشار و اینها گذشت خودش هم یعنی جارو داد جارو داد شیطان که بله شیطان تسخیرش کنه کاملا یعنی بوده ایماندارانی که قبلا ایماندار بودن بعد در نتیجه سقوط روحانی به این مرحله رسیدن که روحای شریر اومده و اونها رو گرفته اون وقتیه که دیگه انسان روح خدا ازش خارج میشه و زمینه رو آماده میکنه برای دخول روح بد پس من معتقدم که ایماندار روح شریر نداره ولی اگر تحت تاثیر و حمله شیطانه باید برای اونم به طور جدی دعا و روزه گرفت که به طور مشخص اون حمله دفع بشه این حتی اعتقادی که مثلا بعضی هم دارن که میگن که ممکنه حالا در رابطه با این داستان کلن ایمان ممکنه شیطان به ایماندار به روحش نتونه ضربه وارد بکنه چون روح اونجا ساکنه برد. ولی ممکنه بتونه به بدنش ضربه خودم بزنه این... خود مسیح گفت نترسید از دشمن که میتونه به جسم شما صدمه وارد کنه شما بترسید از اونی که روح و جسم را در حلاکت ابدی بندازه یعنی شیطان هر بزنه به جسمه و روح ما مگر اینکه ما نخواهیم ما یعنی تسلیم او بشیم و کاملا خودمون رو وقف کنیم وگرنه اگه با خدا زندگی میکنیم زندگی روحانی ما کاملا در امنیت و اونجا باید گفت کالوینیستا درست میگن و زندگی ما در امنیت ما امروز نرسی. یه اشاره هم داریم میکنیم خود به خود به بحث دیروز شما مرسی دادید موافقیم بریم سراغ قسمت نهم و بله از که وقت عمله شیطان داریم. بگذاریم بل. بریم قسمت 9 بله بعد آره دیگه بیشتر از این به شیطان مجال ندیم بعد نهم به شرکت ناشایسته مسیحی در مراسم مقدس اشای ربانی می باشه که در اول قرنتیان 11 29 و 30 میگه به تشخیص ندادن اونجا در ترجمه قدیمی میگه تمیز ندادن تمیز با تجدید ها منظور تشخیص ندادن بدن مسی ممکنه افرادی بیمار بشن ضعیف بشن یا حتی اون لول بالاترش اینه که فوت نابهنگام داشته باشن خب این دوتا معنی داره تمیز ندادن بدن مسی یکی این که ما درک نکنیم تشخیص ندیم که مسی برای چی بدنش روی صلیب به خاطر ما مصلوب شد خب برای چی واقعا مصلوب شد برای رهایی ما از گناه میدونید ناپاکی این مهمترین هدف بوده دیگه و وقتی ما اینو تشخیص نمیدیم تمیز نمیدیم پس در گناه میمونیم و با گناه شرکت میکنیم در میز مقدس اشیاء ربانی و بدون اینکه توبه هم بکنیم با همون گناهان همیشه با خدا و امور مقدس بازی میگیریم و به اصطلاح قداست الهی را کم ارزش میدونیم خدا وقتی میبینه که ما این حالت در ما هست حالا ممکنه یه دفعه دو دفعه رم کنه بگه خب این دفعه رو حالا ببخشمش شاید دفعه بعد متوجه بشه خواستم بپرسم. بله. بعضی میان شرکت میکنن تحمل میکنه پتروس میگه تحمل خداوند ما رو نجات بدانید یعنی اگه تحمل میکنه شما سوء استفاده نکنید صبر خدا بالاخره یه حدی هم داره میگه چوب خدا صدا نداره اگه بزنه دوا هم نداره بعض وقتا اینطوری هم میشه یعنی خدا تحمل میکنه اتفاقا خدا اینقدر رحیمه که باید خدمت شما بگم حتی در مورد خادمین اونایی هم که میفتن تو گناه مسش فوری بر نمیداره مثلا در زندگی شمشون من نمیخوام از موضوع خارج بشم ولی اشاره گریزماند میکنم شمشون گناه میکرد بعد دوباره میرفت دهنش پاره میکرد با سر اولا هزار نفر رو میکشت یعنی این قدرت رو هنوز داشت بعد میرفت گناه میکرد دوباره میرفت اون دروازه های شهر رو میکند بعد شمشون به این باور رسید که پس اینجوری هم میشه فریب خورد فریب خورد و تو گناه موند و فکر کرد خدا دیگه همیشه رم خواهد کرد بهش ولی بعدا میگه ندانست خداوند از او دور شده مسحش فوری دور نمیشه به شر... یعنی خدا فرصت میده خدا خدای فرصت هاست. تا انسان توبه کنه مثلا به پتروس فرصت داد پتروس توبه کرد دوباره بخشیده شد با وجود اینکه انکار بدی کرد در مورد بعضی از اشخاص که اینطوری عادت کردن که به ربانی همیشه با این تفکر نزدیک میشه که اشکال نداره حالا ما دفعه قبلم خوردیم چیزی نشد این دفعه هم میخوریم مسئله ای نیست حالا تو گناه هم میمونیم توبه هم نمی کنیم ولمون کنید سخت نگیرید خدا کریمه و از این حرفا خدا بالاخره آخرش یه سیلی حسابی میزنه این یکی از اوناست معنی تمیز ندادن بدن است که بدون درک مفهوم صلیب مسیح که برای تقدیس و پاکی ما فدا شد ما نزدیک بشیم از هدف اشای ربانی دور شدیم اما دومیش که کمتر افراد بهش توجه دارن دومین معنیش اینه که ما بدن مسیح رو چی میدونیم کلیسا میدونیم دیگه درسته یکی از مفاهیم ما وقتی که روابط ما با دیگر اعضای بدن مسیح روابط درستی نیست اونجاست که بدن مسیح رو تمیز نمیدیم وقتی با اون حالت شرکت میکنیم مثلا من کینه دارم دشمنی دارم درگیری دارم حسادت تلخ دارم اصلا دعوا دارم مثل کلیسای قرنتوس ببینید چرا پولس به کلیسای قرنتوس مخصوصا اینو میگه چون وقتی شما این کلیسا رو رساله رو میخونید میبینید اینا با هم حسادت داشتن تبعیض داشتن درگیری داشتن بعد دستبندی بود پولس و اپلوسی و کیفایی و اینا بود و بعد دادگاه میرفتن <applause> دادگاه می رفتن از دست هم دیگه شکایت بله. بله و از این برنامه ها یعنی پولوس می شما خجالت نمی کشید شما واقعا روحانی هستید تو اول قرنتیان پنج میگه مردی با نامادریش بله رابطه زن پدرش زن پدرش زن پدرش, زن پدرش. بله, رابطه رفته بود و یا من و میگه شما چطوری میشه که تو این گناهان باقی بمونید و بعد بیایید اشای ربانی هم بگیرید بدون اینکه توبه کنید و اینجا بود که میگه به همین علت بعضی از شما ضعیفید بعضی ها مریض شدید بعضی هم مردید تنبیه اینجا و این قسمت رو و اشای ربانی رو اونجا میز داوری میدونه و برای همینه که میگه بترسیم از این قسمت از این بودم بترسیم پس وقتی روابط ما چه با خدا چه با دیگران روابط نادرست یه بدن مسیر رو تمیز نمیدیم و این یکی از دلایل بیماری اینجا که بعضی به خاطر عدم شرکت شایسته میگه خفته یعنی بله. مردم به این دلیل میگه بسیاری تازه اینجا بله. و یه ای چیز دیگه هم کشش ادوارد که تو بله. متن جالبه وقتی نگاه میکنیم گویا در اون زمان وقتی کلیسای قرنتوس با هم جمع میشدن با هم یک شامی داشتن مثل ایرانیا که دوست دارن با هم بله. شام بخورن شامی می میخوردن با هم بله. بعد توی مراسم اشا شرکت میکردن ولی توی همون شامی هم که میخوردن انگار یه عده که وضعشون بهتر بود بیشتر بله. می آوردن بیشتر میخوردن یه عده هم که فقیرتر بودن گرسنه میموندن یه کمی هم تأکیدی هم میخواد انگار پولوس روی این قسمت اله بذاره اله که افرادی که بعضشون هم بهتره با دیده حقیرگانه نگاه نکنن به افرادی که ندارن یه چیزی هم به اونا بدن آره این فقط مال ماست یعنی با قشنگ آوردیم نمیدیم به کسی همون دولمه دوباره دولمه کباب می آوردن بعضی ها واقعا نمزید همون جا میگه پولوس جالبه تو همون باب میگه برادرم وقتی برای غذا خوردن جمع میشید منتظر یکدیگر باشید یعنی اون موقع دیگه هر کی برای خودش بود می‌خوردن اصلا به فکر این نبود که با به فلانی هم میرسه یا نمیرسه غذا میدونید یعنی اینقدر نسبت به هم دیگه می توجه بودن یعنی اگه نمیتونید خودتون کنترل کنین تو خونه بخورین و بعد بیاین بله این بله. 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 یعنی مزه این بود هم بود که به بله. فکر هم دیگه هم نبودن که اون بود هم بوده بله تلفن رو جواب بدین برمیگردیم درود بر شما شبتون بخیر سلام برادر عزیزم متشکرم از برنامه خوب برای من یک سالی از برادر عزیز ادوارد داشتم در مورد روحای داشتیم صحبت میکردم بله بله. من یه مشکلی در خانواده خودم دارم آیا امکان این هستش که نو روح ناپاک در زندگی افرادی باشه من خودم ایماندارم ولی متاسفانه من دختری دارم سی و شیش سالشه و ایماندار نیست و تاسف میکنم ام ببخشید که این خیلی راحت میخوام به برادر ادوات بگم که این دختر من در حدود چندین بار تا حالا ازدواج کرده ولی در تمام ازدواجهای خودشم بعد از ازدواج همیشه با مردای دیگه هم رابطه داشته ولی بگم این بعد دختر من بعدا من متوجه شدم نمیدونستم در بچگی به اون دست از... خودتون میدونه منظور من چه دست زده بلد. شده و بلد. در الان هم در حدود پنج سال پیش نوه من همچین اتفاقی براش افتاد okay. و من نمیدونم در ادوارد الان در مدت چند هفته ای که من این مسئله رو فهمیدم که دخترم از من نمیخ... نمیخواست من بدونم که در قبلا این یه اتفاقی افتاده براش و از هم... نوه منم پنج سال پیش من الان در دعا هستم در روزه گرفتم برای ایشون هم ولی متاسفم واقعا خواهش میکنم منو راهنمایی کنین چی کار میتونم در این مورد بکنم و دختر منم اصلا به خدا و اینجور چیزا زیاد پابند نیست بالده. از من بهش التماس میکنم خدا رو براش صحبت میکنم میگه برو فیه دخ... تو به من لازم نیست خدا رو به من بشناسینی خدای تو اگر خدا بود چرا بچه من همچین اتفاقی براش افتاد ازتون متشکرم و بله. منتظر اگه ممکنه راهنمایی نمایی میکنیم برادر اجوار بله خیلی ممنونم این بزرگترین درد زندگی منه خیلی ممنون لطف کردین بله. بله. که بله. تماس گرفتی میتونی از طریق گیرنده جوابتون رو از کشیش اتوارد عزیز بگیریم بله از بله واقعا اولا خیلی من تحت تاثیرم از اینکه این, این خواهر عزیز ما اینقدر به ما اعتماد داره که محرمانه ترین مسئله زندگیشون رو با ما در میان گذاشته و ما جدا احساس خانواده بودن میکنیم و این درد درد ما هم شد ما ضمن تشکر از شما خواهر عزیز اون چیزی که ما از کلام خدا میفهمیم وقتی یک نفر توی گناه خیلی پیشروی میکنه و همینطوری رشدش از این مرحله به مرحله بدتر و بدتر میرسه اون گناه تبدیل به یک روح میشه درش ما در کتاب مقدس گناه زنا رو داریم ولی زمنان دو بار در کتاب مقدس اشاره به روح زنا شده روح زناکاری که این فرق میکنه با خود گناه زناکاری یه موقعی هست یک نفر وسوسه میشه میره گناه زنا را میکنه ولی بعد توبه میکنه یا تو زندگیش این اسارت به این شکل ادامه نمیابه ولی وقتی یک نفر گرفتار این گناهه و اصلا مرتبم حتی با وجود داشتن همسر و اینها هم این گناه تو زندگیش هست این به, به نظر من یه روح بد ناپاکی او را گرفته روح پلید او را گرفته خب ایشون ایماندارم نیست و خب این روح پلید درش قویه کاری که شما میتونید بکنید و ما هم میتونیم با شما شریک بشیم و بعضی از ایمانداران که شما رو میشناسند با هم در یه روزهای به خصوص روزه بگیرید و دعا کنید و ما هم اگه بدونیم چه روزیه با شما متحد بشیم و واقعا دعا کنیم که این روحای بد از این دختر بره بیرون روحای ناپاک شکی شک نیست که ایشون گرفتاره گرفتار این هست البته اون به به آن معنا نیست که خودش بی تقصیره چون خودش رفته و مجال داده و شیطان با این روح شهبت و روح زنا او را گرفتار کرده و بنابراین ما میدونیم با ایمان به قدرت نام مسیح دعا و روزه میتونیم او را از چنگال شیطان برهانیم و قطعا او به جایی خواهد رسید روزی که خواهد فهمید که چه کلاهی شیطان سرش گذاشته و این راها به کجا میرسه و ما به این امید که پیروز خواهیم شد با این ایمان که حتما نتیجه خواهیم گرفت دختر شما را از چنگال شیطان برهانیم ما با شما متحد هستیم در این قسمت آمین. ولی در مورد بچه که چنین موردی پیش اومده بچه های زیادی بودند که چنین وضعیتی داشتند اون بچه فرق میکنه اون بچه خودش نخواسته و خودش دنبال این نرفته بچه رو دریابید و او را کمکش کنید دست او را در دست مسیح بگذارید مال او روح شریر نیست مال او حمله ای به شده و خیلی از بچههایی که چنین شرایطی داشتن آدمهای خیلی قدیسی شدن الان خیلی از خادمین برجسته خدا تو زندگی گذشتهشون از این مسائل داشتن ولی خدا اونها را چطور تبدیل به افراد مقدس کرده و خادمین برجسته عیسی مسیح شدن حامی مرسی ادوارد ما حتما در آخر برنامه برای طور شما به طور خاص بله. دعا خواهیم کرد با برادر ادوارد عزیز ولی برادر ادوارد همونطور که می‌دونید چهارشنبه ها قسمت شاهد زندم که اضافه بله. شده به این برنامه اگه موافق باشی به همراه بیننده ها بریم یک تیزر بله. ببینیم و خیلی زود برمیگردیم بله. بینندگان عزیز امیدوارم که تا اینجا مبحث ما برکت گرفته باشید همونطور که خدمتون عرض کردم این مبحث ما امروز این دقایقش مربوط میشه به شاهد زنده که مهمانی داریم برای مهداد عزیز از ترکیه ولی برای اینکه بیشتر با ایشون آشنا بشیم میخوام که از زبون خودشون بشنویم که خب برای ما خودشون رو معرفی کنن مهداد جان سلام شبت بخیر سلام برادر دانیال عزیز سلام میگم خدمت خدمت خواهر روزیتا و شیش ادوارد حسپیان استاد من هستن و خیلی خوشحالم که امشب در کنار شما هستم مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی مرتضا جان یکم بیشتر خودتو معرفی کن برای ما و بیننده ها البته من گفتم اسمت مرتضاده در... و ترکیه ولی بیشتر خودتو برای ما معرفی کن بله خدمتتون از بکنم که من تقریبا 6 سال هستش که به مسیح ایمان آوردم و قبل از اون زندگی زیاد خوبی نداشتم و خدمت ارز بکنم که زندگی من تو هم با بیماری های مختلف بود و تا اینکه عیسی مسیح زندگی من را شفا داد وارد زندگی من شد و با تغییراتی که صورت گرفت یواش یواش ملاقات کرد شدم با عیسی مسیح و تونستم که بیشتر بشناسم کلام خدا رو و رشد کنم و امروز در خدمت کلیسای خدا من باشم مهتا جان صحبت از بیماری کردی اگه ممکنه اگه دوست داری میتونی برای ما عنوان کنی که چه چیزی بیمار بودی و این شفا تو زندگی جاری شد بله خدمتتون عرض بکنم که من بیماری اعتیاد داشتم حدود ده سال به مواد مخدر انواع و اقسام مواد مخدر مصرف میکردم و دوز خیلی زیاد و جالبه که بهتون میگم حتی زمانی که خواستم که به کلیسا برم وارد کلیسا بشم بعد از پنج سالی که من پیغام انجیل عیسی مسیح شنیدم بعد از پنج سال قلبم دادم به عیسی مسیح ولی همچنان مصرف میکردم تا اینکه خواستم که واقعا خداوند اینو برداره از من چون که واقعا خسته شده بودم از این بیماری از راه های مختلف استفاده کردم از طرق های مختلف و این جواب نداد تا اینکه با خود ایسای مسیح در رویا ملاقات کردم و در یک شب این برداشته شد خدا رو شکر برای وجودت بریم سراغ مبحث برنامه مومی هم که میدونی بیماری و شفاست برای موردی شده که دعا بکنی و جواب دعات رو بگیری و برای بیماری خاصی خودت یا خانواده اطرافیانت بله خدمت رو عرض بکنم که نسبت به بیماری خاص خب خانواده من خیلی برای همین بیماری من دعا میکردن و اه... البته نمیدونم در چه نامی دعا میکردن ولی زمانی که من شفا گرفتم از این بیماری شهادتی شد در خانواده من و امروز خانواده میتونم بگم که خیلی خوشحالم ولی در نسبت به کس دیگه خب بودن کسایی که باشون در تماس بودن و میگفتن که ما این بیماری رو داریم یا بیماری های روحی یا حتی بیماری های جسمی و از این بابت میخواستن که دعا بشه وقتی که من صحبت میکردم راجب پیغام عیسی مسیح و این عزیزان وقتی که اول با یه خورده جدیت گوش میدادن و بعدا به من گفتن که ما یه مدت خوب بودیم بهتر شدیم ولی نمیدونم که چرا برمیگشت این بیماری بهشون و اینو اعلام میکردم به من ولی من اینو در خداوند یافتم که پیوسته دعا کردن و در حضور خداوند بودن میتونه که شفا رو جاری بکنه آمین برای موردی هم بوده که دعا بکنی مورد خاصی برای زندگی خود شخصی و جواب دعات رو نگرفته باشی بله بله میتونی برای ما بیننده ها بگی چه موردی بوده به طور خلاصه بله خدمتتون عرض بکنم که من در زمانی که اعتیاد داشتم کبد من مشکل پیدا کرد و خدمتتون عرض بکنم که خیلی دکتر رفتم و به من گفتن که میتونی که با دارو با آزمایشات این برداشته بشه ولی خیلی در دعاهایی که میکردم میگفتم خداوند من اینا رو در نام تو میخوام پس چرا که این اتفاق نمیافته ولی خب خدا رو شکر تا حدودی نسبتا این برداشته شد و حتی در اطرافیان هم همینطور بود یعنی زمانی که ما دعا میکردیم خیلی وقتا من شاید شبها دعا میکردم یا صوپای زود در رازگاه ها دعا می‌کردم بین عیزان و میگفتن که خدابنده چرا پس این اتفاق نمی‌افتید چرا شفای تو رو من نمی‌بینم تو گفتی که در نام من هر که بخوای این اتفاق می‌افته ولی الان این اتفاق نیست گل سرد نشدی از دعا نکردم بگی که دلش کن دیگه دعا نکنم حالا که شفا جاری نمیشه؟ نه 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 حالا نشده که من بگم که نه من شک بکنم به خدای خودم ولی میدونم که یک حکمتی هست یک به اون افکار خداوند رو نمیدونیم در کتاب اشعیا باب 55 خداوند میگه که افکار شما افکار من نه پس ما نمیدونیم که واقعا خداوند ارادش چی هستش ولی تنها چیزی که میدونم در انجیل متی باب 6 آیه 33 خداوند میگه که نخست در پی پادشاهی من و انجام اراده من باشم و همه اینها دا داده میشه و این باعث شد که من یاد بگیرم در خداوند که مستمر دعا بکنم شک نکنم بلکه اراده خداوند آمین روزی تا جان برد و شما سوالی ندید از ما خیلی خوشحال شدیم از اینکه شهادت آزادی از اعتیاد رو که از خود هر بیماری جسمی بدتر اونه و در حقیقت خود پزشکان نیز میگن اعتیاد مسئله فقط جسمی نیست بلکه یک مشکل روحی روانیه و خداوند ریشه رو شفا داده و الان برادر ما رو اینطوری تر و تازه و بشاش میبینیم و تبریک میگیم به شما برای نجات بزرگی که مسی به شما داده و مطمئنیم عوارض دیگه هم که از اعتیاد باقی مونده عوارض کوچیک جسمانی اونها رو هم خدا برطرف خواهد کرد منطقه طرق طبی رو هم شما فکر نکنید اگه دنبال نکنید مثلا کار درستی کردید یا اینکه خلاف اراده خداست چون به حال خداوند از طریق دکترها هم که همکاران خدا هستند میتونه عمل بکنه. آمین. خدا برکتتون بده خیلی ما خوشحال شدیم از این بابت. من هم همینطور خوشحالم که صدای شما رو شنیدم فیض و برکت خدا باشه مرداد جان برای قسمت آخر میخوام چه پیامی داری واسه کسایی که انقدر دعا میکنن ولی جواب دعاهاشون رو نمیگیرن انقدر قشنگ خودت صحبت کردی گفتی هنوز پیوسته دارم دعا میکنم میخوام این قوت قلبی که داری با این پری روحی که داری برای بیننده های ما اینو عنوان کنی که چه پیامی داریم اونا هنوز دارن هی دعا میکنن ولی هیچ شفای جاری نمیشه و جواب دعاشونو نمیگن. چه پیغامی داری؟ پیغام من این هستش که دانیال جان همونطور که شما میدونین و عزیزان شیطان تجربه خیلی زیادی داره نسبت به انسان. نسبت به من میتونم بگم. ولی خیلی قدرت خدا و بالاتر از شیطان هست. شیطان شاید تیرهایی رو بندازه، شاید ما رو مایوس بکنه، شاید شک در دل ما، در فکر ما بیاره شاید از طریق دیگران، از زبان دیگران بخواد به ما حمله بکنه، ولی یک چیزی که من میدونم، اگر که پیوسته بیستیم و در درجه اول، در درجه اول برای جلال نام خداوند زندگی بکنیم و فقط برای جلال خدا زیست کنیم، من مطمئنم که خداوند قوتش رو به ما میده در هر امری، مثل موضوعی که بردر ادوارد مطرح کردن در روی تو با پولس رسول که گفتش اگر میشه این خار برداشتش از من ولی خدا من گفت فیض من تو رو کافی است و با اون فیز که ما میتونیم که به اون حیات ابدی راه پیدا بکنیم آمین مرسی مهتا جان ممنون برای اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و آمدی توی برنامه خدا برکتت بده شکرم. شبت, شبت بخیر خدا حافظ, خود حافظ. امیدوارم که شما عزیزانم برکت گرفته باشید اگه موافق باشید با هم بریم یک میان برنامه ببینیم و خیلی زود برمی کردیم. بینندگان عزیز کماکان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که از شهادت برادر عزیزمون مهرداد شما هم بنا شدین و ما دیدیم که چطوری خدا در زندگی افراد مختلف کار میکنه و ما برگردیم به کشیش ادوارد حفظ پیان و مبحثمون رو در رابطه با دلایل بیماری ادامه بدیم کشیش ادوارد ما قبل از اینکه شهادت بردر مهداد رو بشنویم راجع به شرکت در اشایی که به صورت ناشایس وقتی میشه ممکنه باعث بیماری باشه صحبت کردیم و اگر موافق باشیم به مورد دهم دلیل بله. بیماری خب بپردازیم که به مورد دهم ده بله. برسیم یه سوال کوچیک داشته اگه خیلی کوتاه بله. بگیریم بله. که بله. کسی هم که دهنده است ما در مورد گیرندگی که ناشایس شرکت کنه صحبت کردیم کسی هم که این شام خداوند رو میده دهنده هستش بله. برای اون چطور اگر ناشایست شرکت کنه بله. برای <applause> برای اون که بدتره چون خودش مسئول های ربانی هم هست اون از همه بیشتر باید مراقب باشه چون داره گردانندگی هم میکنه باید واقعا فرقی نمیکنه کلام خدا ببینید میگه هر شخص حالا چه گیرنده باشه چه دهنده می هر شخص خود را امتحان کند و من این آیه را بسیار بسیار آیه بیدار کننده و خوبی میدونم هر شخص خود را بازدگری کند خود را نه دیگری را بعد اونجاست که میگه اگر بر خود حکم می کردیم بر ما حکم نمیشد یعنی ما حق نداریم دیگران را محکوم کنیم اگر حکمم کنیم بر خود ما بکنیم و من مسئول خودم باید باشم دیگری مسئول خودش دهنده بیشتر موظفه که نمونه باشه ممنون از به عرض کنم نقطه دهم گاهی بیماری بر این پیش میاد که در نتیجه شفای آن جلال و عظمت خدا ظاهر بشه حالا ما گفتیم بعضی وقتا بیماری بر اینه که خدا تعدیب میکنه برای اصلاح و تقدیس که اون چیز خوبیه اون یه بود دیگریه ولی بعضی وقتا بیماری میاد که دنبالش شفا بیاد که جلال خدا تو اون شفا نمایان بشه یعنی اگر شخص بیمار نمیشد عظمت شفا ظاهر نمیشد و خدا چقدرها را به وسیله شفای بیماری لمس کرده ملاقات کرده و جلال خود را خودش را در زندگی آنها ظاهر کرده مثلا در مورد اون کور مادرزاد وقتی شاگردان پرسیدن گناه که کرد ایشون یا والدینش مسیح گفت هیچ کدام در این مورد به خصوص هیچ کدام یعنی اون چیزی که یهودیان به عنوان یه اصل گذاشته بودن که هر کس مثلا نابینا زایده میشه یا ناقص به دنیا میاد یا عضو بدنش در یه قسمتی کار نمیکنه یا همینطور کرولال به دنیا میاد یا معلول به دنیا میاد این زیر لعنته و حتما والدینش مرتکب گناهی شدن مسیح رو یه اصل ثابت نمیدونه میتونه باشه میتونم نباشه ولی اینجا عیسی مسیح در مورد این شخص به خصوص گفت گناه نه این شخص کرد نه والدینش بلکه برای اینکه عمل خدا در او دیده بشه و عمل خدا نجات او بود و شفای او بود هر دو را مسیح انجام داد چون ایشون هم شفا یافت هم شاهد مسیح شد برای دیگران و هم پیرو مسیح شد چون بعد از اینکه او را از کنیسه بیرون کردن مسیح رو پیدا کرد و گفت تو به پسر خدا ایمان داری گفت کیه که ایمان بیارم گفت من خودمم که جلوت وایسادم پس عمل خدا در نجات او از طریق شفا ظاهر شد یعنی او اگه شاید نابینا به دنیا نمی آورد نمی آمد هیچ وقت این موجوده در زندگیش صورت نمی گرفت شفا نمی آمد و هیچ وقت منجر به نجاتش نمی شد وقتی شما میگه جلال خدا آشکار بشه منظورتون نجات فرده یا ممکنه جلال خدا به طریقای دیگه هم آشکار بشه از طریق شفاش هم آشکار میشه دیگه چون اکثر کسانی هم که شفا میافتن شروع میکنن شروع میکردن هم دو سپاس خدا رو گفتن جلال دادن خدا همه جا میرن شهادت میدن که خدا چه معجزه‌ای کرده و به این طریق از طریق اون شهادت ها خدا جلال پیدا میکنه دیگه یعنی به وسیله معجزه‌ای که خدا میکنه حالا چه معجزه نجات به وسیله بیماری شخص نجات پیدا میکنه و چه به وسیله معجزه شفا و در مورد ایلازر هم ما میبینیم که وقتی که اون هم مریض بود مسیح گفت این مرض تا به موت نیست بلکه برای ظهور جلال خداست و مسیح عمدن اونجا مون متوقف ماند تا ایلازر بمیره و بعد بره ایلازر رو زنده کنه که جلال خدا در زنده شدنش بیشتر دیده میشد تا در شفای بیماریش این شخص میتونه برای خودمون ما چطوری میتونیم بفهمیم مثلا من که مریضم عنوان مثال که واقعا خدا میخواد واقعا جلالش آشکار بشه چون ممکنه یک نفر مریض همه این عوامل رو در خودش بررسی میکنه ولی مطمئن نیست که آیا واقعا این تعدیبه یا تنبیه یا اینکه واقعا ممکنه برای اینکه جلال خدا آشکار بشه آیا این برای شخص باز میشه این موضوع یا اینکه یعنی که تجوری آه. هست اگه اجازه بدید من سراغ بیننده هامونم برم که خیلی بله مربوط بله. به سوال بله شما میشه بله. خیلی جالبه با هم دیگه آرمن از ایروان اسمس داده گفته که پزشکا فرصت کمی بهش دادن برای زندگی یعنی یه جورایی جوابش کردن ولی امیدش به خداست و گفته که فیلیپیان سه سیزدر هم بخونین گفته برادران گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم اما یک کار میکنم. و آن اینکه آنچه در عقب است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلو کشانده. من چهاردهشم می خونم برای رسیدن به خط پایان می تا جایزه ای را به دست آورم که خدا برای آن مرا در مسیح عیسی به بالا فرا خوانده است. بله. و سراغ سوال فیسبوکی هم بریم که هم مربوط به همین میشه. پونه گفته که من 35 سال دارم با بیماری سخت پوستی و روماتیسم هات مبتلا هستم <applause> ببخشید پزشکان میگویند جنتیکی من چارده ساله که ایمان دارم نظر برادر ادوارد رو هم میخواستم در مورد شفاش منظورشون؟ بله, بله بله, خب قطعا آرزوی ما و دعای ما اینه که ایشون شفا پیدا کنه و همینطور برای برادر ما که از ایروان تماس گرفتن این قلب پر از بار ماست برای آنها و ما هم علل این که یعنی یکی از دلایل مهم که ما این برنامه رو گذاشتیم و قبول کردیم که خدمت عزیزان برسیم برای اینه که در کنار اینکه میپذیریم بیماری های زیادی وجود داره ولی چون به شفای الهی هم معتقدیم ایمان داریم این برنامه میتونه شفا بخش باشه و این عزیزان کماکان ایمانشون از دست دادن و ضمناً میخوام برای اون خواهری هم که 14 14 ساله گفتن ایمان داره ولی مدت طولانی بیماره. بله. بله. به ما در انجیل لاقل سه مورد داریم از اشخاصی که بیماری های طولانی داشتن و مسیح شفا داد یکی بیماری که مبتلا به خونریزی بود دوازده سال یکی بیماری که امروز در صحبت کردیم کمرش خم بود 18 سال یکی که از این دوتا بالاتر بود 38 سال مفلوش بود و منتظر شفاش بود بنابراین حتی بیماری های طولانی مدت رو هم ما در این انجیل میبینیم که شفا یافتن و ما ایمان ما اینه و دعای ما سهم خودمون رو انجام میدیم اونام هم سهم خودشون رو انجام بدن بقیه رو بسپارن به خدا خودم در انجام سهم خودش امی خواهد بود ولی برگردیم به اون موردی که شما فرمودید چه جوری میتونه شخص به فهم بیماری بل... است آی برای اینکه جلال خود آشکار بشه چون در کتاب مقدس هم بله. دو نمونه فقط اشاره شده بهش بله حقیقتش اینه که ما اینطور وقتا صادقانه بعد دعا کنیم خدا با ما حرف بزنه نه فقط در مورد شفا برای اینکه جلالش در چه چیزی ظاهر میشه و عمل خدا برای زندگی ما چیه چون اونجا مسیح میگه عمل خدا در او دیده بشه خدا میخواد چه عملی را انجام بده چون شاید قبل از شفا میخواد یه سری اعمال دیگه ای در ما انجام بده بعد شفا بده و یا شاید هم یه برنامه دیگه داره مثل همون برنامه که برای پولس داشت و برحال من معتقدم رابطه سمیمانه و نزدیک ما با خدا میتونه در وحله اول به خود بیمار بگه که برنامه و نقشه خدا برای او چیه چون اینجا مسئله از شفا مهمتر هدایت خداست و مکاشفه خداست برای اون شخص که خدا با او سخن بگه و بگه فرزندم الان تو این شرایط برنامه و نقشه من برای تو چیست میتونه بگیم گاه وقتا ممکنه عمل خدا جلال خدا در بیماری هم نشون داده بشه نه الزامن همیشه در شفا مواردی هم بوده که اینطوری بوده دیگه مثلا برای اون خانومی که از گردن به پایین فلجه جونی اریکسون, اریکسون. برای ایشون اینطوری بوده ایشون همه جا میره الان و واقعا مثل اینکه به وسیله بیماریش خدا بیشتر با مردم صحبت میکنه و تسلی میده افراد دل شکست و محروم و تو به وسیله شفایی که میافت چون خیلی از شفا رو مردم بعد از یه مدت فراموش میکنن اصلا میره تو بایگانی ولی اونو که دائم جلو چشمشون میبینن چقدر را تقویت میشن افرادی هم بودن به این شکل منطقه برای خود این خواهر روشن شده برنامه خدا چیه اینه که دیگه الان برای شفاش دعا نمیکنه و برای مورد نگران نیست چون خدا به او گفته از این طریق بیشتر من در تو جلال میابم حالا من یه فرد دیگه ای رو دیدم که خودش اه اه از اون بیماری های چیز داشت اولا لکنت زبان داشت بعد یک کمی هم غیر طبیعی بود چی میگیم ما منگل میگیم چی میگیم زیاد طبیعی نبود و بعد ایشون برای خیلی ها دعا میکرد شفا میافتن ولی خودش شفا نیافته بود و برای اشخاصی که بیماری خودش رو داشتن دعا کرده بود شفا یافته بود اما خدا این رو گذاشته بود مثلا وقتی موعظه میکرد عقب افتاده مام عقب افتاده ذهنی یه مقدار بود و مثلا میخواست بگه جیزاس میگفت جی, جی، جیزاس. ولی مردم هزاران نفر می اومدن با گریه توبه میکردن میدونن که یه چنین آدمی چطور قدرت و حضور خدا رو داره منعکس میکنه به دیگران بنابراین گای قوت خدا در ضعف ما نمایان میشه یعنی این گونه اشخاص واقعا جلال خدا را آشکار میکنن در هر دو حالت و در هر دو حالت هم بوده ولی خب البته ما بیشتر در انجیل حالتی ببینیم که مردم از طریق شفاهاشون خدا را جلال میدادن و ما دعای ما اینه که عزیزانی هم که بیمار هستن به وسیله شفایشون باعث جلال خدا بشه خیلی ممنون اگه سوالی شما سوال, سوال میگم بریم اگه داری داری شما سوالی نداری بریم مرحله بعد. بعدی و که بعد, جمع بعد. بعدی و مرحله بعدی که آخرین مورد علله یعنی در بحث علل آخرین مورد یازدهمی مورد اینه که ما نمیدونیم اینجا جای بعد ما خالی امروز <applause> ایشو در این قسمت بهتر بیان میکنن این مورد واقعا ما در بسیاری از موارد ما نمیدونیم برای چی بعضیا شفا نمییابند و ما مدعی نیستیم که همه چیز رو میدونیم و خوشبختانه پروفسورها و دکترها و متخصصین زیادی که شما هم میشناسید در خیلی از موارد برای بیماران خودشون هم گفتن ما نمیدونیم یعنی ما باید بدونیم عقل ما به اندازه رشد نکرده که همه چیز را مربوط به اسرار الهی بدونیم چیزای مخفی کلام خدا میگه از آن چیزای آشکار از آن ماست همینطور که مهدی عزیز گفتن طریقای خدا طریقای ما نیست افکار خود و افکار ما نمیگه بر ضد افکار ماست میگه بلندتر از افکار ماست کارهای خدا خلاف عقل ما نیست ولی ورای عقل ما هست در مواردی هست که ما مثل پولس رسول میگیم جزئی علم داریم جزئی نبوت میکنیم و پولس میگه الحال بعضی چیزها را در آینه به صورت معما میبینم آینه های اون زمان که روشن نبود مثل الان از مثل ساخته شده بود سیغلش میکردن یه چیزی نشون میداد تار ولی خیلی روشن نبود پولس میگه من بعضی چیزها رو اینطوری میبینم ولی در آن روز آشکارا همه چیز رو خواهم دید پس بنابراین ما به علت این که در دنیای زندگی میکنیم که هنوز به ابدیت نرسیدیم و در این غالب جسم که درک ما هنوز به درک ابدی نرسیده یه چیزایی از پشت پرده برای ما مخفیه به قول داوود یه جایی در مذبور میگه طریق تو در دریاست و آثار تو را نتوان دانست کشتی وقتی عبور میکنه یه راهی باز میکنه ولی بعدش چند لحظه اون راه دوباره موجا میان میبندنش یعنی اصلا محو میشه جاده ای نیست که بتونی دنبال کنی و بری جلو بنابراین اگه من یه چیزی را نمیفهمم دلیل بر این نیست که کار خدا اشکال داره دلیل بر این نیست که عقل من به آن اندازه از رشد نرسیده که بتونه درک کنه به همین دلیل بس به زواهر ما قضاوت نکنیم مواظب باشیم داوری نکنیم نه بر بیماران نه بر خودمون نه بر خدا نه بر خادمین و کلیسا اینطور وقتا ما اگه نمیتونیم حرف درست بزنیم میتونیم که حرف نزنیم و خاموش بمونیم و از خدا بخوایم خدا در وقتش با ما سخن بگه و گوش به زنگ باشیم و همیشه بگیم خدای من آمادم بشنوم که پیام تو برای من چیه گاهی خدا ساکته ولی این به آن معنا نیست که خدا همیشه ساکته خدا به موقع خودش حرف میزنه میشه بگیم که رومیان باب 828 یکی از آیاتی هست که میتونه اینطور وقتا تسلی بده چون من خودم هم سال هاست با بیماری درگیرم و دلیل اصلیش تا مشخص نشده و احتمالات هست و گاهی وقتا آیه‌ای که یه مقداری منو تسلی میده اینه که خدا حاکم هست و همینطور که در رومیان 8:28 میگه که میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدند همه چیزها با هم برای خیریت در کار هست. البته خیلی سخته من خودم هم صدام ملنم. از جای گرم در نمیاد. سخت گفتن این که همه چیز برای خیریت ماست ولی به نظر میاد که در نهایت اینطوری خواهد شد نهایتا ممکن نهایتا اینطوری این خواهد شد و برای شما هم به فیض خدا خیریت همون شفا خواهد بود در وقتش خدا اینو ظاهر میکنه شما در همین مسیر باشید ما هم با شما ایستادیم ببینید ما من یه نمونه دیگه بگم و تمام کنم این بحثو شما تو کتاب اعمال رسولان باب دوازده دو نمونه عجیب ببینید دو تا از رسولان مسیح از دوازده تا رسول خدا اجازه داد یعقوب را هیرودیس بکشه همون هیرودیس پتروس رو گرفت تو زندان بندازه که روز بعد بعد از عید فسح اونو بکشه ولی خدا به طرز معجزاسا پتروس را آزاد کرد اون زمان اراده خدا نبود پتروس شهید بشه ولی بعدا شهید شد سالها بعد عیسی مسیح هم پیشگویی کرده بود که شهید میشه ولی ما نمیتونیم بفهمیم چرا یعقوب را خدا اجازه داد بمیره و پتروس را اجازه داد آزاد بشه آیا خونه پتروس سرختر از خونه یعقوب بود پارتی بازی کرد خدا اونجا قطعا اینطوری نبوده ولی برنامه‌ای بوده که خدا داشته و وقتی پتروس میخواست بفهمه که برای خودش برنامه شهادت هست برای یوحنا چی میشه مسیح گفت به تو مربوط نیست به تو مربوط نیست اون کاری که یا نقشه که برای یوحنا دارم تو سر از اون در بیاری تو اونی که به تو گفتم تسلیم اون شو پس بنابراین من شخصا همه کسانی که سوالات بی جواب دارن تشویق میکنم که به آغوش خدا پناه ببرن به خدا نزدیکتر بشن شما میتونید از خدا فاصله بگیرید غرق کنید تا آخر عمرتون با خدا مشکل داشته باشید میتونید به خدا نزدیکتر بشید رابطتون رو درستتر کنید شفافتر کنید از حضورش لذت ببرید در او شادی کنید او را بپرستید به او اعتماد کنید و اجازه بدید خدا با شما صحبت کنه و اون موقع خدا شخصا برای شما روشن خواهد کرد و بهتر از همه خودتونید که باید شخصا بفهمید خدا برنامش و نقشش برای شما چیه خب کجش ادوار ما وقت محدودی داریم نه فکر کنم پنج دقیقه بیشتر نداریم دو دو. تا قبل از اینکه خب به میکنم اگه برسیم. به اعلام کنن ده دقیقه ده دقیقه, دقیقه, که پنج دقیقه آخر رو معمولا دعا می‌کنیم. میکنیم من فکر میکنم ممکن امروز وقت نشه ما وارد مبحث شفا بشیم بلده. ولی یکی دو تا سوال هست که از طرف بیننده ها هست نمیدونم شما هم سوالی دارید از طرف بیننده ها من سو... یک سوالی دارم ولی حالا اگه شما سوالتون بفرمایید من موارد دعاست پس من این سوالو میکنم و بله ممکنه جلسه, بله جلسه بله بعد به مبحث مفهوم بله شفا و شفاهای شفا چیز به اهمیت شفا آه، جلسه شفا؟ بعد اتفاق خیلی مهمه چون ما بیماری رو بیشتر شکافتیم جلسه بعد شفا رو داریم میشکافیم. بله بله و ما 11 بله دلیل بیماری, بیماری هم بله. پرداختیم و امیدوارم که برای بیننده های موارد مفید بود که بله ادوارد هفته پیش ما البته یک اشاره به این موضوع کردیم که آیا واقعا میتونه گناهان والدین یا نسل به کسی منتقل بشه بله. و باعث بیماری شخصی بشه بله. حالا بیننده یک سوالی داشت که میگفت که خب مثلا در راستای همین صحبت ما پرسیدن بله. که در عهد عتیق ما وقتی داستان داوود و زنایی رو که با به شبع کرد که حالا داستانش در اول سمویل هستن بله بله. میخونیم میبینیم که خب در نتیجه اون زنا درسته که خب خدا داوود رو بخشید ولی بعدش میبینیم که فرزندی که در نتیجه این زنا به دنیا اومده بود خب مرد بعد از شهر خب حالا بره. آیا واقعا این فرزند به خاطر گناهی که داوود مرتکب شده بود مرد یا اینکه مشخص نیست برای این موضوع جواب مشخصی ما داریم یا نه؟ حرف کنم ما اون چیزی, که, اون چیزی که ما میفهمیم اینه که البته همیشه مرگ بچه ها و اطفال برای ما دردناکه معمولا وقتی یه جایی هم زلزله یا حادثه پیش میاد همیشه وقتی گوینده خبر میگه که عده هم بچه کوچیک بودن همه گریش میگیره یعنی ما انگار میگیم این بچه ها هنوز در این سن کوچیکی چرا رفتن این دردناکه واقعا ولی خب ما میبینیم که از طرف دیگه هم عیسی مسیح میگه بچه ها رو بذارید پیش من بیام ملکوت و آسمان از آن اونهاست چه بس بعضی از این بچه ها بزرگ بشن و خدا میدونه که اینا چی در بیان و آخرش هم برن جهنم ولی از همون بچگی اونا رو میبره در حضور خودش که در ملکوت خداست البته میدونم گفتنش همینطور که شما میگید اینقدر راحت نیست مقصد برای والدینی که بچه های کوچکشون از دست دادن در مورد این واقع در حقیقت خدا بچه را تنبیه نکرد داوود را تنبیه کرد و بچه را تنبیه کرد که مرتکب این گناه شده بودن و سمری گناه اونها را تنبیه کرد و از طرف دیگه این شخص فردا میشد وارث داوود چون پادشاهی مروسی بود دیگه سلیمان بعدا به دنیا اومد از طریق بچه با. یعنی اگه این زنده میمون میشد وارث نخستاده داوود که باید به جای او پادشاه میشد حالا شما در نظر بگیرید هم هم میدونستن که داوود مرتکب چنین گناهی شده بود با وجود اینکه توبه خیلی جدی کرد خدا هم خیلی تنبیهش کرد با وجود اینکه بخشید ولی تنبیه درست و حسابی هم کرد چقدر فسادها تو خانواده خودش اومد عواقب گناهش خیلی زیاده داستان رو بخونید میبینید داوود یه غلطی کرد صد تا تاوان پس داد ولی در کنار اون شما ببینید بچه‌ای که به علت زنا و جنایت به دنیا آمده بود بعد پادشاه میشد وقتی بود پرستا چی میگفتن نام خدا جلال میاب که میگفتن این بچه‌ای که سمری گناه بوده حالا وارث پادشاهی شده و این به جلال خدا منجر نمیشد چون مردم بس به حسب ظاهر قضاوت میکردن و نام خدا خار شمرده میشد از اینجا جد... خب مج... بچه رو خدا, خدا, برد, برد. بچه خدا برد اون بچه داوود اینجا زجرش رو کشید اون که ظرف یه, هفته مریش شد و رفت و بعدش هم داوود چی گفت وقتی بچه مرد گفت اون بر نمیگرده پیش من من میرم پیش او یعنی همونجا هم این تفکر به ابدیت و ملکوت خدا در ذهنش وجود داشت ولی به هر حال سمره گناه اینه بله بود من سریع سوالی داریم که ایمیل شده برامونو بگم به شما با سلام خدمت شما عزیزان سوالی دارم دوست من به بیماری بدی دوچار شده به مسیح ایمان آورد ولی بعد از سپردن قلب به عرفان روی آورد من چه کار میتون... چه کاری میتونم بکنم برای ایشون که انجام, انجام... میتونم انجام بدم و شما چه راهنمایی میتونید به من بعد از اینکه به مسیح ایمان چی شد ببخشید گفتن ده. که بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آورد روی آورده به عرفان من چه کاری میتوانم برای ایشون انجام دهم احساس میکنم به هر چی به هر چیزی چنگ میزنه تا شفا بیابه گفته لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر که او چطوری رو بتونه کمک کنه کمکش که کنه چون برای اینکه شفا بیابه به هر چیزی داره چنگ میزنه به عرفان اومد به مسیح آورده میگه چطور میتونم حالا کمکش کنم خب طریق کمک اینه که دست دور بگیره دوباره بذاره دست خداوند از طریقای محبت خدمت توجه و پیگیری این فرد و دعا روشایی که برای بشارت موثر معمولا میتونه جوابگو باشه و ببینید این اشخاص را من, من معتقد شدم این اواخر مردم به جایی که بیشتر شفا را بخوام با خدا در رابطه باشن. میگه خداوند طریقای خودش رو به موسی تعلیم داد عملای خود را به بنی اسرائیل بنی اسرائیل فقط معجزه از خدا میخواستن با خدا کار نداشتن فقط میخواستن خدا براشون شق قمر کنه ولی موسی میگفت طریق خود تو به من بیاموز تا من تو را بشناسم بنابراین وقتی افراد رو کمک کنیم بگیم شو تو مرض تو فراموش کن تو بیا با خدا رابطه برقرار کن شفا در خداست ولی اینا میخوان شفا رو بگیرن با خدا کاری نداشته باشن ایشون باید برگرده به ایمانش رابطش با خدا در بطن خدا شفا وجود داره ما روی خدا رو بتلبیم و مطمئن باشن که وقتی روی خدا رو بتلبیم بقیه چیزا به ما مزید خواهد شد آمین آمین بریم سراغ دعاها بعد ادوارد شاهروخ عزیز به ما اس داده که بیماری با جسم و بیماری جسم با دارو و دکتر خوب میشه لطفا برای بیماری جامعه جامعه بیمار ایران دعا کنید بعد ارزم به خدمت شما که بریم سراغ دعاها میگه که دعا گفتن که دعا برای دختر خانومی که تماس گرفت و به خدا ایمان نداره همین خانومی که تماس گرفته بودن برای دختر ایشون بله. دعا برای آرمان عزیز که تکست داده بود به ما برای ایشون دعا کنیم شفا ایشون دعا برای پونه عزیز بیننده ای که از طریق فیسبوک به ما درخواست دعاشون فرستاده بودن از کردستان شخصی به نام ریوار برای تومار مغزی مادرش خواسته که دعا کنیم افسانه از تهران برای سلامتی و آرامش و ضعف و مشکلات مالیش دعا کنیم دیگه یه نفر سلام رسوندن به شما گفتن شفا هدف نیست نشانه است دعاهایی هم که از دیروز مونده بود جاله اسمس داده برای استوا شدن در ایمان و پیروزی بر شیطان برای او دعا کنیم آقای بیات از ملایر اسمس دادن گفتن که برای رفع مشکلات مالی ایشون فریبا برای رفع افسردگیش و بینندهی گفتن که برای گرفتن ویزا و حل مشکلات مالیش دعا کنیم اون کاغذ رو بدید دانیل جان ما در حضور خدا شما از این طرف بگیرید در می‌خواستم آنها اگه میشه در قبل هم هست دعایی بکنیم برای افرادی که هنوز علت بیماریشون رو نمیدونن یا براشون آشکار بشه یا خدا واقعا میشه برد برده هم دعا کنیم برای؟ برده ابی از کلیسای شما لندن خداوندا ما همه این اشخاص را برده. به تو میسپاریم ما واقعا این اسامی را به تو تقدیم میکنیم اونا الان پیش ما نیستن ما رونا رو دست بذاریم ولی به نمایندگی از طرف تو رو این اسامی دست میذاریم و از تو میخواییم تو دست تو همین الان بر اونا بذار و مختن اونایی که مشکلات لاعلاج دارن به نام عیسی مسیح غیر ها رو ممکن ساز و اونایی هم که نمیدونن علت بیماریشون چیه باشون صحبت کن و بهشون بگو چه پیامی چه برنامه چه نقشه‌ای برای اونها داری ای خداوند و میدونم که در نهایت تو خدای نیکویی هستی و همه چیز رو به خیریت تبدیل میکنی پس به نام عیسی مسیح به تو اعتماد میکنیم برادر ما ابی را هم به دستای تو میسپاریم و میدونیم تو برای اون نیکو هستی در نام عیسی مسیح خداوند آمین مرسی بعد عزیز متشکر از شما برای جاهایی که انجام دادید بینندگان عزیز امیدوارم که برکت گرفته باشید البته اعلانی که الان خدمتتون میکنم فردا به صورت کاملتر خدمتتون ارائه خواهد شد کنفرانسی است در هلند سوم تا 6 اپریل برای جوانان با موضوع جوان و جوانی اگه دوست داشته باشید میتونید که با عزیزان ما همکاران ما تماس بگیرید و از نشانی و از چه راهایی میتونید خودتون رو به اونجا برسونید مکان کنفرانس مبلغش اینا میتونید با همکاران ما در تماس باشید خدمتتون از کنم که فردا برنامه ما در رابطه با کمک به همنو هست با خواهش میران دانیل تکرار این برنامه رو میتونیم فردا ساعت 11 به وقت لندن و سه بعد از ظهر به وقت ایران مشاهده کنیم به اتفاق همه همکارانم همه شما عزیزان به دست های خداوندمون عیسی مسیح میسپارم شبتون بخیر شب خدا خدا شبتون خدا بخیر خدا برکتتون بده خیلی ممنون خدا, خدا حافظ شب بخیر خدا, حافظ. خدا حافظ. مرسی روزی تا جان خیلی ممنون خدا برکتتون بده. بده خدا رو شب آسمون زمینمون وقتی دستامون تو دست هم باشه وقتی تو قلبای هر کدوم ما خوبی ها زیاد بدی ها کم باشه میشه همراه شما پل بزنی از سیاهی به سپیدی و امید با خدایی که نگاهش به شماست میشه آسوده به خوشبختی رسید